Bir tabutu. Ben şimdi duruyorum. It's in a little. Ay, o amına koyayım. Şey de var.
Yes, I'm not
مش خاصني Kedene şimdi. Bir Thank you.
Ты разделил? Нет, я просто думал, что это титан какой-то. چاپ میکنیم بعد مثلا 50 سالگی 60 سالگی هوا مردیم بعد اون بشه خونده بود نمیده تک چرداش کنیم اونجا فارسی نوشته Thank you.
ای فیلم میشه الان؟ بعد از اون یک کتیبه در این کتیبه اردشیر سوم کل دودمان هخامنشی رو به ما معرفی میکنه. تنها کتیبه در این عرض هست به یک زبان فارسی باستان. تمام کتیبه ها به بابری، ایلامی و فارسی باستان هست. کتیبه یکی به فارسی باستان مشابه بقیه این کتیبه ها اول نیایش پروردگارش رو میکنه. خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که مردمانم را آفرید، که شادی خوشبختی را برای مردمانم آفرید. قد براش عزیزه که بعد از خدا نیست به خودش، اول اسم مردمانش رو میاره و بعد میگه من اردشیر شاه، شاه شاهان، شاه کشورهای بسیار، و شروع میکنه دونه دونه برای ما سلسله رو نام میبره. من اردشیر سوم، پسر اردشیر دوم، پسر داریوش دوم، پسر اردشیر اول، پسر خشایارشا، پسر داریوش، پسر بیشتاسبه، پسر آرشامه از تخمه هخامنشی، و این بار برای اولین بار علاوه بر اهورامزدا از ایزد مهر میترا میخواد کشورش رو، آنچه که بنا کرده و آنچه پدرانش بنا کردن رو بپاید. فرخنده نوروز، پاینده ایران. بیا امیر بیا. خدا به والا ما صدا تو نداریم. خیلی سوال می‌پرسن که اینا خراب شدن، این سنگی چیه؟ چون نتونیم عین اینو در بیاریم بزنیم جایی. دوستان ما امروز که شما تشریف آوردین و به خانه ما در اگه پارسی یا تخت جمشید هستی، می‌دونیم که ما داریم بر یک مکانی قدم برمی‌داریم سبب میراث جهانی یونسکو. یعنی علاوه بر میراث ما ایران، هم میراث تمام افراد شما از جمله مرمت ها. امروز دیگه مرمت ها در دنیا به منظور حفاظت انجام میشه، نه مازه بازسازی کردن فرمانستان. ما قرار نیست هنر خودمون رو به روح هنر جاهای اونا خیلی هم قشنگتر از ما کار کرد. خب این نفتی که میگیم مرمت شده مربوط میشه به چیزی حدود 60-70 سال پیش که یک سبک مرمتی داشت و در سبک آناسیلو. مثلا در عرضی پارسو و سبک جمشید در سال برمه های سنگی کم بلندتر میگی خانم؟ از اول برو. یه کافه اختصاصی خشایارشا. تفاوتی که داره با کافه‌های پشت سر تو اینه که کافه پشت سر تو که ستون شما شاهده میکنید کافه عمومی بوده، که در اون کاخ داریوش در پادشاه های دیگه با تمامی مردم دیدار میکردن و جشن های تجملاتی در اونجا میگرفتن. این قسمت کاخ اختصاصی بوده و اینکه زمانی که تخت جمشید به آتش کشیده میشه، از این قسمت به آتش کشیده میشه. چرا؟ به دلیل اینکه خشایارشا زمانی که آتن رو به آتش میکشه، اسکندر از اونجا به از خشایارشا کینه به دل میگیره.
چون کینه از خشایارشا به دل داشته از دست میاد دقیقا دست میذاره روی کاخ اختصاصی اون پادشاه و به دلیل اینکه باد از قسمت جنوب میوزیده باد هم آتش رو همینطوری به قسمت جلو برده و قسمت های دیگه به آتش کشیده شده. من وایستادم قسمت ایوان شمالی هست. این مربع مربعهای نمونه بارزش این یکی اینا پنجره هستن. این قسمت درگاه هست. در واقع پادشاه هست. از اون قسمت شهر وارد شد. کاخ حقیش تنها کاخیه که توی پنجره ها نقش برجسته وجود داره. و اگر که دقت کنید در اون قسمت چینی ها ادعا دارن که چتر رو ما ساختیم ولی زمانی که ما این خشت رو مشاهده می کنیم کاملا جوابمون رو می گیریم که چتر از ما ایرانیا بودیم. اگر سوالی داره در خدمتش. این سرش پوشیده بوده؟ بله اینجا سر داشته و از چوب بوده. چوب بوده؟ چوب بوده بله. اونجا چیه اون بوده؟ توی کو؟ این قسمت رو مشاهده میکنیم مقبره اردشیر سوم و قسمت هم مقبره اردشیر دوم بقیه هم در نقش مستند هستن. ده دقیقه چه سالی اسکندر حمله میکنه؟ چند سال تقریبا بعدش؟ سالی که نمیدونم ولی در زمان پادشاه دیسکونه خامنه‌شی اکتفا تحتیجه نوشی اینو چکو دیسکنن چکو دیسکنن بعد هم او دومن هم بجو یه هم سنجه رابیت سنشتای سنجهش بپاییم سنجه مربعی شش با نقش گل دوازده پر دره خامنه‌شی محل اکتفا تحتیجه نوشی چلهی کوشی اینم تیشه فلزی محل اکتفا اینم از تیشه فلزی پایین بوجه سنج دوره خامنه‌شی تیشه فلزی Thank you.
روسیه چونه؟ تابوت. تابوته. اینم از تابوت هخامنشی. سر خواهم بجه سر بجه سر. حالا چند تا مینشتی مرده نداره؟ با چه معماری ساخته شده؟ کو اینه، کو یه خشو راست شده.
آش خاص میدیم در فلکه امام حسین از خروجی اول خارج شده.